ایران، چرا فصل الخطاب شد سهل العتاب؟ در ادبیات فارسی واژه لاابالی به معنای مستبد یا سلطان تورانی به کار می رود، اما در اصل عربی به معنای بی پدر است. بی پدر در این معنا کسی است که خود را قائم بالذات می داند، به هیچ قانون و سنتی که به ارث رسیده است پایبند نیست و خود را تنها قاضی تمام اعمال خود می داند. از دید فقه اسلامی لاابالی کسی است که خود را همتراز خدا می داند، فعال ما یشاء و قاضی القضات. جناب مستطابش لاابالی است، رها از چند و چونهای خیالی است. در ادبیات فرقه خمینیه یکی از شاخه های بدیع تشیع اصولی اصطلاحاتی مانند ولی فقیه مطلق و فصل الخطاب معادل مفهوم لاابالی اند. آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار فرقه بدیع از واژه امام نیز بهره می گرفت. جانشین او آیت الله علی خامنه ای علاوه بر القاب و عناوینی که از او به ارث برده بود، رهبر عالی قدر امت اسلام نیز خوانده می شود. اما آنچه از دید سیاسی اهمیت دارد، لقب فصل الخطاب است، یعنی نهادی که همه بحث ها و جدل ها، اختلافات و قوقاها و سردرگمی در انتخاب راه ها را پایان می دهد و امت اسلام را در یک مسیر و در جستجوی یک آرمان هدایت می کند. آیت الله ناطق نوری که در سفر آیت الله خامنه ای به کره شمالی همراه او بود، در خاطراتش از تمجید رهبر انقلاب اسلامی از کیم ایل سونگ، دیکتاتور جمهوری دموکراتیک خلق کره، یاد می کند و تلویحاً نشان می دهد که آرزوی خامنه ای تبدیل ایران به نسخه اسلامی کره شمالی است. کشور فقیر و تحول نیافته ای که به شکرانه رهبری واحد و متمرکز و فصل الخطاب بودن فیلد مارشال کیم توانسته است بمب اتمی بسازد و در مقام دومین سازنده موشک در جهان بعد از ایالات متحده قرار گیرد. نظام فصل الخطاب یا لاابالی این مزیت را دارد که از اتلاف وقت با بحث ها، مشاجرات و رقابت های سیاسی به دور می ماند. در این نظام پیچیده ترین تصمیمات به سرعت گرفته و اجرا می شوند. لاابالی به آنچه گذشتگان گفتند یا کرده اند اهمیتی نمی دهد. برای او آینده نیز دغدغه انگیز نیست، زیرا در مقام معصوم هرگز ممکن نیست خطا کند. دکتر حمید مولانا، استاد دانشگاه در واشنگتن دی سی، نظام فصل الخطاب در جمهوری اسلامی را تکامل یافته ترین الگوی حکومت می‌خواند و عقیده داشت که حتی ایالات متحده نیازمند آن است. ترسیم رهبر به صورت لاابالی یا فصل الخطاب البته به سود سیاستمداران جاه طلب، اما مسئولیت ناپذیر نیز هست. ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی، شکست خود و شکست کل نظام را ناشی از لاابالیگری آیت الله خمینی می دانست. جانشینان او که همگی با شکست و سرشکستگی به پایان خط رسیدند نیز انگشت اتهام را به سوی لاابالی دراز کردند. حجت الاسلام محمد خاتمی حتی اذعان داشت که در نظام لاابالی رئیس جمهوری چیزی بیش از یک تدارکاتچی برای رهبر عالی قدر نیست. اما در نظام لاابالی همواره این امکان وجود دارد که فصل الخطاب تبدیل شود به سهل العتاب، یعنی بز قربانی که بهای اشتباهات و خیانتهای کل جامعه را می‌پردازد. در تمدن آستک در مکزیک امروز، رئیس کل قبایل یا سلطان بی تاج و تخت برای 7 سال انتخاب می شد و در پایان آن دوران پس از یک جشن در 7 شبانه روز از بالاترین برج شهر به پایین افکنده می شد تا با مرگ خود همه ی گناهان جامعه را پاک کند. تعیین زمان تبدیل فصل الخطاب به سهل العتاب آسان نیست، اما آنچه در ایران امروز می‌گذرد نشان می‌دهد که این تبدیل لااقل در نخستین مراحل خود دارد شکل می‌گیرد. اگر مسیر کنونی ادامه یابد، دیری نخواهد گذشت که لاابالی در نقش بز قربانی قرار گیرد.
عکس‌العمل‌ها به حمله اسرائیل به ساختمان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دمشق، پایتخت سوریه، در مسیری است که نمی‌تواند آیت الله خامنه‌ای را شادمان کند. برای اولین بار اسرائیل به نقاطی که زیر پرچم جمهوری اسلامی بودند حمله کرد و دست کم 13 تن از جمله دو سردار سپاه پاسداران را کشت. در عرف دیپلماتیک این به خودی خود یک اعلان جنگ است. اما فصل الخطاب برخلاف تصور همان کلیشه صبر استراتژیک را به کار می برد که در 10 سال گذشته پس از حملات بیشمار اسرائیل به هدفهای ایران هم در داخل و هم در خارج از کشور عرضه کرده است. انتقام سخت، پاسخ پشیمان کننده و مجازات شدید در کنار صبر استراتژیک نقش ندیمه های عروس را بازی می کنند. اما این بار یک تفاوت بزرگ را شاهدیم. تمامی مقامات رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی از رئیس جمهوری آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی گرفته تا 12 سردار ارشد سپاه و ارتش بلافاصله پس از درخواست پاسخ خرد کننده تأیید می کنند که تصمیم نهایی با رهبر عالی قدر است. به عبارت دیگر می گویند اگر تصمیم با ما بود، فوراً پاسخ می دادیم. اما تصمیم با ما نیست. چند تن از مقامات حتی خواستار حمله به سفارتخانه های اسرائیل در چند کشور از جمله جمهوری آذربایجان شده اند. یک عنصر صدا و سیمای اسلامی حتی هشدار داده است که اگر پاسخ شکننده داده نشود، باید منتظر ترور مقامات ارشد کشور در داخل ایران باشیم. پیامی که این اظهار نظرها عرضه می کنند روشن است. نظام لاابالی ایران را به ورطه‌های هولناکی کشانده است، اما توانایی یا شهامت اقدام برای خروج از این مهلکه ها را ندارد. یک نویسنده هم‌میهن که هنوز در داخل به سر می‌برد می‌گوید اکنون باید پرسید آیا این خامنه‌ای است که زیر نورافکن‌ها قرار می‌گیرد یا هنرپیشه‌ای است که نقش خامنه‌ای را بازی می‌کند. این سقوط به کاریکاتور خیش را در نویسندگان نیز دیده ایم. مثلا ارنست همینگوی در آغاز نویسنده ای بود با سبک خودش و به تدریج تبدیل شد به نویسنده ای که همینگوی را تقلید می کند. دوست نویسنده ما فراموش می کند که در نظام هایی مانند نظام کنونی ایران، رهبر یا لاابالی همواره نقش فصل الخطاب را بازی می کنند. اما باز هم همواره در مرحله درجا زدن باقی میمانند. این نظام ها نباید عادی شوند، زیرا اگر عادی شوند و اگر درگیر بحران ها و تنش های واقعی و یا ساختگی نباشند، تبدیل خواهند شد به یک نظام معمولی که باید وظایف یک نظام معمولی یعنی حفظ امنیت کشور، نظارت بر اجرای قوانین، برآوردن نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و بهبود سطح زندگی شهروندان را بر عهده گیرند. جمهوری دموکراتیک خلق کره اگر این روش را در پیش گرفته بود، میشد کره جنوبی و در آن صورت جایی برای مارشال کیم و خانواده او نداشت. به عبارت دیگر آیت الله خامنه ای همواره نقش رهبری مصمم، جدی، سازش‌ناپذیر و اصولگرا را بازی کرده است. اما در پرده آخر تماشاگران را به انتظار پرده دیگر خوانده است. فراموش نکنیم که فقه جعفری پیرامون مضمون اصلیش یعنی انتظار شکل گرفته است. این نقش را آیت الله خامنه ای بهتر از سلف خود آیت الله خمینی بازی می کند. خمینی حاضر بود جام زهر را بنوشد و با سرنوشت کشور قمار نکند. خامنه ای بارها جام زهر را به لب نزدیک کرده است، اما هرگز شهامت نوشیدن آن را نداشته است. در بیش از 3 دهه او به تدارکاتچی های خود گفته است بروید ببینید آمریکایی ها چه میگویند، اما هرگاه شیطان بزرگ توافقی قابل قبول عرضه کرد، با افزودن انقلت های خاص اجازه نداد که تنش و بحران میان دو کشور تخفیف یابد. البته میدانیم که اگر دیکت نویس وجود نداشته باشد، دیکتاتور هم وجود نخواهد داشت. لازمه پیدایش یک لاابالی یا فصل الخطاب حضور تعداد زیادی بله قربانگو، پامنبری خان، عین البکا و سینه زن است که در نقش کروبیان ناسوتی
مانند کروبیان لاهوتی همه اعمال یا بیعملی های لاعبالی را تحسین می کنند. در این نظام که گرداگرد مفهوم فصل الخطاب بنا شده است، هیچ رهبری حتی اگر از درایت و شهامت برخوردار باشد، نمی تواند نقشی جز لاعبالی بازی کند. هملت باید هملت باشد، همانطور که مکبث تنها به عنوان مکبث پذیرفتنی است. امروز اما این احتمال وجود دارد که مردم ایران و فراتر از آن تمامی جهان دست این رژیم را خوانده اند و می دانند که نظام خمینی‌گرا هم دشمن ایران است و هم دشمن جهان. سال هاست که لاعبالی از تولید و رشد اقتصادی سخن می گوید، اما در عمل جلوی کوچکترین حرکت در این مسیر می ایستد. سال هاست که سپاه پاسداران خواستار یک بودجه اضافی برای حفظ مرز ایران و پاکستان است، اما لاعبالی ترجیح می دهد 500 میلیون یورو را صرف گروه هایی مانند حماس و حزب الله کند. در طی سالها کسانی که تحولات ایران را دنبال می کنند به خوبی دیده اند که در داخل کشور ده ها کادر کاردان وجود دارد که برنامه های علمی برای توسعه اقتصادی، مبارزه با فساد، بهبود روابط خارجی، حفظ محیط زیست و تأمین رفاه بیشتر برای توده ها عرضه کرده اند. اما سرانجام با مانعی به نام فصل الخطاب روبرو شده اند. فصل الخطاب در آغاز، یعنی تا زمانی که هیستری انقلابی با همکاری چپگرایان ضد امپریالیسم ادامه داشت، مانند سویچی بود که برق انقلابی را روشن می کند. امروز این سویچ نه تنها برق انقلاب را روشن نمی کند، بلکه شانس اصلاح اجتماعی و سیاسی و توسعه اقتصادی را نیز خاموش می کند. هر نظام سیاسی با اغراق در اصل اولیه‌اش خود را در مسیر نابودی قرار می دهد. نظام خمینی‌گرا نیز در همین مسیر قرار دارد. فصل الخطاب دیروز و سهل العتاب امروز مانند ماشینی است که به گفته شوفران اتوبوس در تهران پیش از انقلاب بوکسوات کرده، هیچ یک از دنده ها کار نمی کند، در حالی که کلاج در خلأ می چرخد و ترمز بریده شده است. مود امروز در جمهوری اسلامی افکندن همه گناهان به دوش آیت الله خامنه ای است. حجت الاسلام خاتمی از نیاز به نجات سخن می گوید، اما می افزاید نشانه ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات گذشته و حال دیده نمی شود. جنرال های غالبا جنگ ندیده و پشت میز نشین نیز هارت و پورت می کنند. اما سرانجام توپ نیمه خالی از باد را به سوی رهبر عالی قدر پاس می دهند. کریس پاتن که سالها سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا بود، در خاطرات خود می نویسد، پس از مدتی متوجه شدیم که مقامات ایرانی که در نقش رئیس جمهوری یا وزیر با ما مذاکره می کنند، در واقع هنرپیشگانی هستند که مأمور بازی این نقش ها هستند. وقتی می گویند آری، منظورشان شاید است. وقتی می گویند شاید، منظوری جز نه ندارند. جمهوری اسلامی را کسانی می گردانند که هیچ کس نمی شناسد. پاتن در بخش دوم ارزیابیش اشتباه می کرد. جمهوری اسلامی را هیچ کس نمی گرداند، زیرا حتی لاعبالی که در رأس قرار دارد، لعبتی است در دست یک ایدئولوژی با آرزوها و ادعاهای غولاسا، همراه با درایت ابلهان و شهامت بزدلان. برنامه‌ای که برای شکستن همه کاسه‌کوزه‌ها بر سر آیت الله خامنه‌ای به راه افتاده است، می‌تواند ترفندی تازه برای حفظ این نظام معیوب باشد. تحلیلگران غربی سالها از تغییرات بنیادین در اتحاد جماهیر شوروی به رهبری خروشف و سپس برژنوف و سرانجام گورباچوف و یلتسین سخن می‌گفتند. اما همه دیدیم که تغییر لاعبالی در رأس یک سیستم معیوب نمیتواند نتیجه دلخواه را عرضه کند. از این گذشته یک تفاوت بزرگ میان اتحاد شوروی سابق و جمهوری اسلامی ایران امروز وجود دارد. در اتحاد شوروی یک جامعه مدنی جوان، پرشور، خلاق و آگاه شکل نگرفت و مخالفان رژیم چه در داخل و چه در خارج حتی تا آخرین لحظات نتوانستند
گزینه ای را بر اساس تمدن و فرهنگ روسی شکل دهند. زمزمه ای که هر روز در ایران بلندتر شنیده می شود، از خامنه ای به عنوان صدی که باید شکسته شود می گوید. اما واقعیت این است که رهبری عالی قدر حتی اگر سرنوشتی شبیه رؤسای آستک داشته باشد، ایران بدون بستن فصل لاابالیگری در تاریخ خود نخواهد توانست بنبست کنونی را بشکند و به مسیر توسعه و پیشرفت بازگردد.